سلام بر شما، به خبر نیمروز خوش آمدید. اعلام برنامه‌های مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی با شعار نه دی میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن. برپای مراسم در هزار شهر فردا و پس فردا. اعلام فهرست 12 دستگاه متخلف در موضوع پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اسامی دستگاه‌های متخلف شنبه به مراجع نظارتی ارسال می‌شود. ساخت سرم خون بند ناف، محصولی راهبردی در حوزه درمان سرطان و نازایی. در بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های روماتیسمی، بیماری‌های خود ایمنی دارای درمان به کار می‌ره. از هرج و مرج در آمریکا بر اثر سرمای شدید تا افزایش قیمت هیزم در فرانسه. دولت فرانسه کمک 200 یورویی برای خرید چوب پرداخت می‌کند. رکوردشکنی کرونا در ژاپن، 415 ژاپنی در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا جان باختند. بیش از 216,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ژاپن ثبت شد. و نمایش موفق پویانمایی ایرانی پسر دلفینی در ترکیه با فروشی معادل 580,000 دلار. پسر دلفینی از آغاز نمایش در ترکیه 200,000 نفر را به سینماها کشانده است. تعلل در واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن. از 8,000 زمین درخواستی دولت، سازمان ثبت تاکنون فقط به 3,750 قطعه زمین سند واگذار کرده. علت چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. روز شما بخیر بینندگان ارجمند. دعوت می‌کنم به مشروع خبرهای نیمروزی توجه بفرمایید. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم یوم الله نهم دی اعلام کرد این مراسم در تهران و برخی استان‌ها فردا و در بیشتر استان‌ها روز جمعه نهم دی با شعار نهم دی میثاق مردم با رهبری و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برگزار می‌شود. به گفته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی، این ستاد همچنین طی یک هفته برنامه‌هایی با رویکرد جهاد تبیین و روشنگری متناظر بر مسائل روز در مراکز فرهنگی، مساجد، محلات، دانشگاه‌ها و مدارس و رسانه‌ها برگزار می‌کند. بیش از 1,000 شهر در سراسر کشور ستادهای بزرگداشت حماسه نهم دی فعال شده. مراکز استانها در 8 و 9 دی مراسم اصلی و شاخص بزرگداشت نهم دی برگزار خواهد شد. در بعضی از استانها بعد از ظهر پنجشنبه 8 دی و در بسیاری از استانها همزمان با نماز جمعه یا مستقل از نماز جمعه در صبح روز جمعه مراسم اصلی برگزار میشه. در تهران هم در میدان امام حسین در پنجشنبه 8 دی در ساعت 2:30 بعد از ظهر مراسم اصلی بزرگداشت حماسه نهم دی برگزار خواهد شد. رئیس جمهور در آستانه یوم الله نهم دی با شهادت و میثاق با ولایت، حضور دیروز مردم ایران در مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و تشییع پیکرهای شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای پیام برای دوستداران و دشمنان انقلاب اسلامی ارزیابی کرد. آقای رئیسی تلاش مضاعف برای رفع نگرانی و دغدغه‌های مردم را از جمله وظایف دولت و مسئولان در قبال این حضور با بصیرت دانست و از همه مسئولان به ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش‌های امیدبخش و اعتمادآفرین در خصوص آن دسته از اقداماتی هم که به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده به مردم گزارش دهند. ضرورت تهیه پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و اقدامات دولت و مکلف کردن مسئولان اطلاع رسانی برای بهبود نحوه انعکاس عملکرد دولت
تأکید دیگر آقای رئیسی بود. در جلسه امروز همچنین هیئت وزیران آقای حسین مهراب را به سمت استاندار جدید خوزستان انتخاب کردند و در ادامه رئیس جمهور از ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود از جمله ارتباط با نخبگان و جوانان برای رفع مشکلات و توسعه این استان گفت. مراسم خاکسپاری شهدای گمنام دفاع مقدس امروز در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان و اردبیل برگزار شد. هموطنان در بیجار و قروه استان کردستان پیکرهای دو شهید گمنام را خاکسپاری کردند. در خوزستان هم پیکر یک شهید گمنام با حضور کارکنان صنعت حفاری و نفت تشییع و خاکسپاری شد. واسه ما ارزشه اینکه الان با این شهدا انس بگیره و مانوس بشه. ما مدیون این شهداییم و هر چی داریم از این شهدا است. وظیفمونه، یعنی شهدا نقطه اتحاد تمام مردم ایرانن. یه پیامی داره در هر عرصه‌ای که شهدا تشریف میارن، قدم روی چشم ما میذارن، هر کدوم یه پیامی دارن در عرصه خودش و این یه معجزه خداوند میدونن. تش جنازه و که شهیده خو میانه دلک نیرن، میانه قریبن. هرچی داریم از شهدا داریم. قربان قدم های عزیزان برم که باری دیگر آمدم. هموطنان در آذربایجان غربی هم سه شهید را در شهرستان‌های ماکو و سلماس و روستای چرس شهرستان چایپاره به خاک سپردند. در اردبیل هم یک شهید در شهر انبران به خاک سپرده شد. پیکر یک شهید گمنام 26 ساله هم در محوطه استانداری سمنان به خاک سپرده شد. حضور دهه 90 ها و دهه 80 ها در مراسم تشییع 400 شهید گمنام در تهران و مراکز استانها در فضای مجازی واکنش‌های زیادی در پی داشت. نه او را می‌شناسند، نه هم نسل او هستم. روزی رفته زیر سقف این آسمان بودند، اما حالا پیکرش را روی دوش گرفتند. در مراسم تشییع 200 شهید گمنام در تهران باز هم دهه 90 ها آمدند، همانهایی که یک روز می‌خواندند به نظر من یه عالمه شاید بزرگ تو دنیا وجود دارن، مثل یاسینی که ناممکنه رو ممکن کرد، اردستانی که راه منافقین رو سد کرد، یا صیادی که یا حتی فکوری که بزرگترین امانت هوای دنیا رو طرح کرد، اونا هم باید بهشون نگاه بشه. این حضور در تشییع شهدای گمنام بین کاربران فضای مجازی واکنش‌های زیادی داشت. پایتخت بصیرت، شهیدی روی دوش دهه 90 ها تشییع شد. بهتون حق میدم که از این ایران و ایرانی با چنین روحیه شهادت طلبی و این همه جانفدا بترسید. دهه 90 ها و 80 ها هم به استقبال شهدا آمده بودند. وداع دهه 90 ها با لاله های پایتخت. شهدا رفتند تا ما امنیت داشته باشیم. در مراسم تشییع 200 شهید گمنام هر کدام از این دهه 90 ها گوشه کار را گرفته بودند. رویش هایی که به تعبیر کاربران تا ظهور ادامه دارد. عطیه آقا بابایی، خبرگزاری صدا و سیما. رشد بیش از 70,000 واحدی شاخص بورس. در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های کل و هموزن و ارزش معاملات با افزایش بی سابقه رکورد شکنی کردند. شاخص کل با 4.5% رشد بر روی عدد 1,647,000 ایستاد. شاخص کل هموزن نیز با 2.92% افزایش در محدوده 480,681 واحد قرار گرفت. سرمایه‌گذاران بیش از 17 میلیارد و 406 میلیون برگ سهم و اوراق مالی قابل معامله را به ارزش بیش از 10,103 میلیارد تومان داد و ستد کردند که از نظر ارزش معاملات این عدد یک رکورد محسوب می شود. امروز شاخص کل بازار سرمایه ایران با حدود 71,000 واحد رشد به عدد 1,647,000 واحدی رسید که حدود 4.5% رشد رو تجربه کرد و حدود 900 میلیارد تومان ما خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت رو داشتیم که نشان دهنده این هست که وارد بازار داره میشه پول‌ها
و چیزی حدود 1100 میلیارد تومان ورود پول حقیقی رو به بازار داشتیم. از مهمترین دلایل اقبال سرمایه گذاران به بازار سرمایه روند سوداوری شرکت ها و فعالیت ماهانه اونها هست که چشمانداز مثبتی از عملکرد گزارشات 9 ماهه شرکت ها خواهد داد. از جمله دلایل دیگه تغییرات نرخ ارز هست که میتونه اثرات مهمی بر صنایع صادرات محور که شکل دهنده حجم اصلی بازار هستند داشته باشه و نهایتاً جاماندن بازار سرمایه از بازارهای موازی خودش میتونه از جمله دلایل دیگه باشه. معاون اول رئیس جمهور وزیر اقتصاد را مکلف کرد تا ظرف 2 هفته آینده نظرات و دغدغه های دستگاه های اجرایی را در خصوص پیشنویس آیین‌نامه مولدسازی دارایی های دولت دریافت و در اسرع وقت برای تصویب آیین‌نامه اصلاحی اقدام نماید. آقای مخبر در نخستین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت این مولدسازی را به معنای خروج از انجماد دارایی ها و آزادسازی ثروت ملی حبس شده دانست. معاون اول رئیس جمهور همچنین از لزوم بررسی موانع و مسائل پیشروی مولدسازی و بهره‌وری دارایی‌های دولت گفت و خواستار تدوین شفاف و مطمئن این آیین‌نامه شد تا بسترهای لازم برای تحقق اهداف فراهم شود. رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز برای دیدار با مراجع اعزام تقلید در قم به این شهر سفر کرده است، پس از زیارت حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها با مراجع اعزام قم دیدار کرد. سفر یک روزه رئیس مجلس شورای اسلامی به قم و دیدار با مراجع تقلید، سفری که در آن توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم ترجیبندی بود که تقریبا همه مراجع بر آن تاکید کردند، به طوری که آیت الله مکارم شیرازی خواهان شفاف سازی هرچه بیشتر عرصه اقتصادی شد و گفت مسئولان با مردم حرف بزنند، علت ها را بگویند تا مردم امیدوار شوند. آخه یه چیزی بگید که این بالا رفته علتش اینه، پایین میاریم، تغییر میدیم، چنین میکنیم، بی تفاوت نباشن و واقعا تغییراتی که پیدا میشه چیزی نمیگن، این برای مردم مشکلی. آیت الله سبحانی هم خطاب به رئیس مجلس گفت تدوین و تصویب قانون کافی نیست، عمل به قانون مهم است. آیت الله سبحانی گفت قوانین خوبی تصویب می شود اما در عمل به آنها نیز با قدرت عمل کنید. تدوین قانون کافی نیست، عمل به قانون مهمه. باید به دنبال این تدوین های محترم و مبارک که عمری را در مجلس مصلح بکنید به دنبالش عمل بیاد که مشکلات را از بین ببرد. آیت الله نوری همدانی هم بر رفع مشکل گرانی و تورم در جامعه تاکید کرد و گفت عرصه اقتصاد عرصه جنگ با دشمن است. مجلس شورای اسلامی و دولت تلاش کنند تا دشمن شاد نشویم. باید سعی کنیم که مردم را از مزیدان نجات بدیم. معیشت مردم خیلی سخت، گرانی هیچ این جریان وجود دارد که فرمودید چیزی از گرانی کسته نشد. آیت الله جوادی آملی هم بر داشتن روحیه جهادی برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت تنها با روحیه جهادی می شود هم حافظ خون شهدا بود و هم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این دیدارها از عزم مجلس برای خونسا کردن تحریم‌های دشمنان خبر داد و گفت مصوبات مجلس بستر لازم را برای تحول اقتصادی در کشور فراهم کرد و امیدواریم در مرحله عمل به قانون هم به درستی حرکت کنیم. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از مجموعه شهرک سلامت نور هم بازدید کرد. مجموعه با بیش از 500 تخت بیمارستانی که گامی است برای جذب توریست های درمانی. این مجموعه درمانی در فضای بالغ بر 240 هزار متر مربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است. فاز اول این مجموعه بیمارستانی بهار سال آینده به بهره برداری میرسد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر امور خارجه در نخستین برنامه سفر به عمان با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان در دیدار با سلطان عمان پیام آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان را تقدیم کرد. وزیر امور خارجه با وزیر آموزش عمان هم دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در سفر به مسقط با همتای عمانی خود نیز دیدار و رایزنی می کند. اسامی دستگاه‌های متخلف در موضوع اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اعلام شد. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، فهرست اسامی 12 دستگاهی که
در مهلت قانونی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نپیوستند، شنبه آینده به مراجع نظارتی ارسال خواهد شد. بیش از 90% دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت با کیفیت‌های متفاوت پیوستند، اما با وجود پایان مهلت قانونی که 3 آذر بود، همچنان تعدادی از دستگاه‌های مشمول به تکلیف قانونی خود عمل نکردند. سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان هدفمند سازی یاران داریم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی رقابت، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان اورژانس کشور، شرکت پشتیبانی امور نامه کشور، شرکت بازرگانی دولت ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی رو داریم. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این دستگاه‌ها حتی از طریق درگاه ملی مجوزها هم به این پنجره ملی نپیوستند. بر اساس قانون این دستگاه‌ها باید به مراجع نظارتی معرفی شوند. در اختیار کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و کمیته نظارتی در شورای اجرایی قرار خواهیم داد و عزیزان بایستی پاسخگوی مراجع نظارتی باشن. البته بعضی از این دستگاه در تلاشن که متصل بشن، امیدواریم که تا ما بخوایم نامه رو تنظیم و در حقیقت ارسال بکنیم حداقل از این 2-3 روز هم استفاده بکنن تا شنبه متصل بشن. ما دیگه شنبه طبق تکلیف قانونی به مراجع نظارتی حتماً معرفیشون خواهیم کرده. البته طبق قانون دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آذر 30% خدمات پرکاربردشان را از طریق پنجره ملی ارائه می‌کردند که مقرر شده است تا پایان امسال این عدد به 50% برسد. و همینطور 5% خدماتشون هم باید هوشمند بشه، با این تعبیر که متقاضی بدون حضور و بدون ارائه هیچ مدرکی بتونه فقط بر اساس استعلامات برخط و به صورت آنی بتونه خدمت خودش رو دریافت کنه. به گفته مسئولان سازمان فناوری اطلاعات، حتی کیفیت اتصال دستگاه‌های پیوسته به پنجره هم باید در ادامه مسیر ارتقا پیدا کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. وزارت اقتصاد اعلام کرد با آغاز فرایند صدور خودکار مجوزهای ثبت محور دستگاهی از 29 آذر تاکنون 40 مجوز در حوزه گردشگری برای متقاضیان تأسیس خانه مسافر صادر شده است. 49 مجوز ثبت محور دستگاهی همچنان باقی مانده که در صورت عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار از طریق این درگاه صادر می‌شود. 29 آذر با صدور مجوز خانه مسافر، نخستین مجوز ثبت محور دستگاهی به صورت خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شد. وزارت اقتصاد چند روز پس از آغاز فرآیند صدور خودکار مجوزهای ثبت محور دستگاهی در آماری اعلام کرد که تا 4 دی ماه 40 مجوز خانه مسافر در کشور صادر شده است. باید تعهد بده اینجا، اینطور نیستش که همینطوری صادر کنه، بعد یه سری تعهد بده، شرایطو ببینه، اگر خدای نکرده خلاف واقع گفته باشه یه سری به اصطلاح محدودیت باش مواجه خواهد شد. فرآیندی که باید از 13 سال پیش صدور مجوز را به جای دوندگی در راهروهای ادارات، این بحث مجوزهای کسب و کار 13 ساله در کشور، به یک کلیک و ورود به یک درگاه ختم می‌کرد. از این اتاق به اون اتاق، انقدر ما رو تحقیر کردن، انقدر ما رو اذیت کردن. یه کارمندی، یه کارشناسی، یه مدیری به هر دلیل نمیخواد، نمیشه، جواب مردمو نمیده، راه رو برای خودش بسیار سخت میبینه، این حرفا تو منطقه ما نیست. تا کنون 10 دستگاه به صورت 100% به درگاه ملی مجوزها متصل شده و تمام مجوزهای خود را از این طریق صادر میکنند. اگر مهلت زمانی سپری بشه و اون دستگاه مربوطه در گردش کار درونی دولت اعلام نظر نکرده باشه، اتوماتیک مجوز برای شما صادر میشه و هر تبعاتش بر عهده اون کسی است که در مهلت قانونی این بررسی رو انجام بده. و این یعنی صدور خودکار مجوزهای ثبت محور به جای نظارت پیشینی سفت و سخت و نظارت‌های پسینی همراه می‌شود. 10 تا ابزار واسه نظارت پسینی واسه دستگاه آوردیم. ساده‌ترینش اینه که یه ابزار سودزنی بزنید واسه مردم. به این مجوز دادن خوب سرویس نمیده، گرون فروشی می‌کنه، کم فروشی می‌کنه، کثیفه، هزار عیبی که می‌کنه.
نظارت پسینی کن برش، مردم سودزنی اولین ابزار. 9 تا ابزار دیگه این تیپی داریم که خب. دیگه دستگاه مأمور نفرسته در دکونه مردم. با آغاز صدور خودکار مجوزهای ثبت محور دستگاهی، ما هم پیگیر صدور تمام مجوزها از این درگاه هستیم. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما. با تلاش متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان، سرم خون بند ناف ساخته شد. محصولی راهبردی در درمان سرطان و نازایی که مواد اولیه آن پیش از این در بیمارستان‌ها دور ریخته می‌شد. سلول‌های بنیادی به دست آمده از خون بند ناف بیش از یک دهه است که برای درمان بعضی از بیماری‌های سخت علاج استفاده می‌شود. تو بیماری‌های سرطانی به طور گسترده داره استفاده میشه. اما امروزه در بیماری های گوارشی، بیماری های روماتیسمی، بیماری های خود ایمنی دیگه مثل بیماری MS که خب نسبتا شیوع بالایی هم تو جوامع دارن، تو اینها داره درمان به کار میره. پیش نیاز استفاده از سلول های بنیادی، کشت و تکثیر آنها در محیطی مایع به نام سرم است. سرم از منابع مختلفی تهیه میشه که عمدتا از منابع حیوانی، ولی خب هم مشکلات اخلاقی به همراه داره، همین که فرایند تولیدش مشکل تر هست و همین که خب همراه با در واقع پروتئین های غیر انسانی، باکتری ها یا ویروس های حیوانی هست که ممکنه برای کشت در واقع سلول های انسانی مشکل ایجاد بکنه. حالا یک شرکت دانش بنیان از ذمایم بیمارستانی که پیش از این دور ریخته میشد، سرم با منبع انسانی تولید کرده است. در مورد محصول سرم خون بند ناف به عنوان یک محصول جانبی که ما از دورریز در واقع خون بند ناف که یک محصولی هستش که به عنوان زباله زیستی معمولا هنگام زایمان اوت میشه استفاده کردیم. این محصول محصولی هستش که توی ایران در واقع اولین بار هست. توی سایر کشورها هم خیلی به صورت محدود داره تولید میشه، برای اینکه هم خیلی با ارزشه و همین که محصولی هستش که فرایند کنترل کیفیش فرایند گرون قیمتی هستش. بررسی های بالینی کارآمدی این محصول را تایید کرد و سرم انسانی وارد مرحله تولید شد. با نصف غلظتی که از سرم خون جنینی داریم استفاده میکنیم، همون نتایجی رو میگیریم که از سرم جنینی گاو یا گوسفند با قیمت بالاتر داریم میگیریم. یعنی یک فرایند با ارزشی که از نظر قیمت هم مقرون به صرفه تر هست. سرم انسانی در درمان نازایی هم کاربرد دارد. این رو میشه به عنوان یک محیط پایه برای کشت و بلوغ و لقاح اسپرم و تخمک استفاده کرد. این در واقع میتونه جایگزین مناسبی باشه برای محیط های کشتی که ما در واقع تو کارهای نازایی مورد استفاده قرار میگیره. سرم خون بند ناف غنی از مواد مغذی است که میتواند در ترمیم زخم ها، بازسازی بافت ها و ترمیم قرنیه چشم از آن استفاده کرد. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما. به گزارش سازمان هواشناسی، چابهار با دمای 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر و بوئین میاندشت در استان اصفهان با 14 درجه زیر صفر سردترین شهر کشور در شبانه روز گذشته بودند. پیش از ظهر امروز مناطقی از استانهای اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بارش باران مواجه بودند. مناطق سردسیر از جمله لاله‌زار کرمان و سیسخت کهگیلویه و بویراحمد هم با برف سپید پوش شدند. بیشترین بارندگی در شبانه روز گذشته با 63 میلیمتر در شهرستان جمع استان بوشهر ثبت شد. خب عالی عالیه، نه سرده نه گرمه، هوا شرجی بارونی، بهترین نعمت خدا آمده اینجا. بارون با اومدنش دل ما را خوش کرد واقعا، یعنی هوای قشنگ گرفته تو بندر خمیر. ما که خوشحالیم، هیچی تمام مردم از کشاورز و راننده و همه خوشحالن از این رحمت الهی. طی 24 ساعت آینده در نیمه جنوبی کشورمون به ویژه در بخشهایی از جنوب شرق کشورمون انتظار داریم که بارش اتفاق بیفته. در بخشهایی از استانهای اصفهان، فارس، همچنین مناطقی از کهگیلویه، بویراحمد، یزد، کرمان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بخشهایی از خراسان جنوبی پیش بینی کردیم که بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر این مناطق بارش برف رو خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای بخشهایی از جنوب و جنوب شرق کشورمون صادر شده که
مبنی بر اینکه این بارش ها میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی بشه. همچنین به سبب اینکه بارش برف رو در ارتفاعات و همچنین مناطق سرد سیر داریم، اختلال در تردد جاده ای به ویژه در محورهای کوهستانی رو طی این مدت خواهیم داشت. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، مصرف گاز در 24 ساعت گذشته در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به 590 میلیون متر مکعب رسید که معادل 73% کل گاز تولید شده در کشور است. در آذر پارسال ما چیز حدود میانگین مصرف اون 506 میلیون بوده. امسال 530 میلیون شده. یعنی یه چیز حدود 750 میلیون متر مکعب ما در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل مصرف بیشتری داشتیم. در حالی وارد فصل زمستان میشویم که با بارش برف و باران مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری رکورد شکست. مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری در کلانش بین 605 تا 610 میلیون متر مکعب هست. بیشترین مصرف گاز در بخش‌های خانگی استان تهران، استان خراسان رضوی، اصفهان و مازندران هست. برای تداوم گازرسانی به دورترین روستاهای انتهای خطوط لوله گازرسانی باید دمای مطلوب یعنی 18 تا 21 درجه در بخش خانگی و تجاری رعایت شود. دمای خونتون چقدره؟ 22 درجه. 18 من همیشه میذارم. روی 18. چون کافیه. همیشه اتاق خوابمونم بسته است. درجه هاشون فقط پذیرایی بازه. شب که میخواییم بخوابیم پذیرایی رو میبندم، اتاق خواب رو باز میکنم. تقریبا 23 تا 25. ما سعی میکنیم شعله کمترش کنیم. بعضی موقع هم اگه لازمه گاز رو کم میکنیم، رو شعله بسیار بسیار کم میزنیم که به دیگران هم برسه. ما مثلا تو حمومم رادیاتور داریم ولی روشن نمیکنیم. تو راهرومون رادیاتور داریم روشن نمیکنیم. هر کی رو به نفع خودشه. هم علاوه هزینه هم لازمه اقتصادی. به همین منظور از هموطنان عزیز خواهشمندم که با ارائه در واقع راهکارهای ساده‌ای مثل تنظیم دمای اتاق بین 18 تا 21 درجه، بستن دریچه کولر، اتاقهایی که خب استفاده نمیشه یا کمتر، اونا رو حتی مقدور سیستم گرمایشیشون رو خاموش بکنن. به گفته کارشناس حوزه انرژی، در صورت مصرف زیاد در بخش‌های غیر صنعتی، صنایع ارزآور در این روزهای سرد سال با تعطیلی مواجه خواهند شد. فاطمه نجفی، خبرگزاری صدا و سیما. شمار جان باختگان برف و سرما در آمریکا به 63 نفر رسیده است. بیشتر این افراد بر اثر شدت سرما و وزش طوفان قطبی در خودروهایشان جان باختند. تلویزیون CNN گزارش داد به علت هرج و مرج و بسته بودن فروشگاه‌های مواد غذایی در بسیاری از شهرها چیزی برای خوردن یافت نمی‌شود. در برخی شهرها از جمله بوفالوی ایالت نیویورک تصاویر از غارت فروشگاه‌ها حکایت دارد. لغو پروازها نیز همچنان ادامه دارد. تنها در روز سه‌شنبه 2500 پرواز دیگر در آمریکا لغو شد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت لغو هزاران پرواز برنامه سفر خانواده‌ها را به طور کامل مختل کرده است. صدها هزار نفر نیز همچنان بدون برق ماندند و برخی ایستگاه‌های برق‌رسانی از مدار خارج شده است. سرمای شدید، طوفان و برف همچنان بخش‌های وسیعی از آمریکا را در بر گرفته است. ارتفاع برف در برخی مناطق به 107 سانتی‌متر هم رسیده است. آمار چند ده نفری قربانیان سرما و یخبندان در آمریکا دائم در حال افزایش است و همچنان از جاده‌ها، خیابان‌ها، داخل خودروها و حتی داخل برخی خانه‌ها اجساد یخ‌زده پیدا می‌شود. در بسیاری از شهرها هم قانون منع تردد وضع شده است. آنچه از مردم می‌خواهیم درک کنند این است که شرایط عادی نیست. جاده‌ها و خیابان‌ها مسدود است و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. لطفاً در خانه‌های خود بمانید. شهر بوفالو در شمال غربی ایالت نیویورک از مناطقی است که تلفات زیادی داشته و همچنان در محاصره کامل برف و یخبندان است. طوفان و سرما بوفالو رو ویران کرده. داریم تلاش میکنیم که شهر رو از یخ و برف پاکسازی کنیم، اما کار آسونی نیست. هنوز نتونستیم به خونه های دور افتاده که به کمک نیاز دارن دسترسی پیدا کنیم. در شرایط اضطراری طوفان و برف، برخی از شهروندان بوفالو به غارت و دزدی از فروشگاه ها رو بردند.
When people are losing their lives. در حالی که بعضی از مردم جانشان را از دست می‌دهند، برخی از مردم به غارت و دزدی مشغولند. اینها افراد پستی هستند. واقعا از آنچه می‌بینم بسیار متاسفم. شدت سرما در برخی از شهرهای آمریکا حتی تا 43 درجه سانتیگراد زیر صفر هم رفته است. شرکت‌های برق ایالتی دائم از مردم می‌خواهند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. با این حال همچنان برق صدها هزار مشترک در شهرهای مختلف قطع است. در این شرایط وصل کردن برق بیمارستان ها در اولویت قرار گرفته. وضعیت فرودگاه ها هم در همه 50 ایالت آمریکا این گونه است. ما باید یک شب دیگه در فرودگاه بمونیم. هر روز هزاران پرواز لغو و هزاران پرواز هم با تأخیر انجام می شود. سرمای شدید در سراسر ایالات متحده آمریکا زندگی حدود 240 میلیون نفر از مردم این کشور رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. سرما در فرانسه هم دولت را به پرداخت یارانه خرید هیزم واداشت. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس اینفو، دولت فرانسه به منظور کاهش قبض‌های گرمایشی کمک هزینه 50 تا 200 یورویی به خانوارهای فرانسوی برای تهیه چوب پرداخت خواهد کرد. به نوشته این پایگاه، قیمت چوب در فرانسه به شدت افزایش یافته و گرم کردن منازل با چوب حدود 500 یورو برای هر خانوار هزینه دارد. قرار است کمک هزینه خرید هیزم به 2 میلیون خانوار فرانسوی پرداخت شود. رکورد شکنی کرد. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد امروز 415 نفر بر اثر کرونا جان باختند. این بالاترین میزان مرگ و میر روزانه کووید 19 در ژاپن از ابتدای فراگیری این ویروس است. امروز همچنین بیش از 216 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن ثبت شد. گزارش رسانه ها از چین هم از اوجگیری سرایت کرونا در این کشور حکایت دارد. تلویزیون هندی ویون گزارش داد ظرفیت بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ چین تکمیل شده است. در دیگر کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور نیز آمارهای سویه جدید کرونا رو به افزایش است. در جدول مرگ ناشی از کرونا در ثبت 1,116,000 کشته از آغاز همچنان در صدر قرار دارد. از نظر شمار مبتلایان نیز آمریکا در جایگاه نخست ایستاده است. در شبانه روز گذشته بیش از 17 هزار آمریکایی دیگر به شمار بیماران کرونایی اضافه شدند. یمن از سازمان ملل متحد خواسته است با فشار به ائتلاف سعودی محاصره مردم یمن را پایان دهد. ائتلاف سعودی از ابتدای سال 2015 جنگ همه جانبه ای را علیه یمن آغاز کرده و با محاصره مردم این کشور حتی از رسیدن کشتی های حامل مواد غذایی و کالاهای بهداشتی درمانی به آن جلوگیری می‌کنند. پیش از این مقامات یمنی رفع تحریم و محاصره مردم را شرط هر مذاکره‌ای اعلام کرده بودند. تشدید فعالیت‌های نظامی ائتلاف سعودی در دریای سیاه سبب شده تا هر دو طرف در رسیدن به توافق ناکام باشند. وزیر امور خارجه دولت طالبان در افغانستان گفت کابل حل همه مشکلات از جمله اختلافات مرزی با پاکستان را خواستار است. دیورند، مرز میان افغانستان و پاکستان که در قرن گذشته به دست یک انگلیسی ترسیم شده، در ماه‌های اخیر بارها شاهد درگیری نیروهای دو طرف بوده است. 93 میلادی، مرز 100 ساله که بین افغانستان و هند بریتانیایی توسط فرد انگلیسی به نام دیورند کشیده شد و به همین نام نیز این مرز شهرت یافت. اکنون 30 سال است از پایان مهلت این مرز 100 ساله می گذرد و افغانستان با پاکستان هم مرز شده است. افغان ها این مرز را به عنوان مرز رسمی نمی پذیرند. انگلیسی ها خودشون رفتن تو این منطقه، ولی رد پایشون شاید بگم که 100 سال دیگه هم خواهد ماند. مرزهای مصنوعی با اهداف سیاسی، اغراض دخالتگری هست. شما شاهدی هستید که مرز آورده از داخل یک قوم، یک طایفه، یک رودخونه، یه دونه حوض آب، حتی از اینجا اومده این مرز کشیده شده. اکنون اختلافات در مرزی که به نام دیورند آن انگلیسی کشید با هر جرقه ای تبدیل به آتش می شود. فقط در همین چند روز اخیر دوبار در جنوب افغانستان در شهرستان سپین بولدک مرزبانان افغانستان با پاکستان درگیر شدند. از دو طرف نظامی و غیر نظامی
حدود 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. هر دو کشور همدیگر را متهم به آغاز درگیری ها می کنند. پاکستان قبل از آخرین درگیری که حدود 6 کشته از پاکستانی ها گرفت اعلام کرد. مسئولان افغانستان ضمن عذرخواهی قول دادند که دیگر این حوادث تکرار نشود. اما در آخرین درگیری که 2 روز قبل روی داد، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بهانه‌جویی برای جنگ به سود هیچ کس نیست. که مشکلات باید از طریق گفتگوها و مذاکره حل شود. بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. این درگیری‌ها همزمان شده با حمله به مسئول سفارت پاکستان در کابل. به گفته وزارت خارجه پاکستان، تا تضمین امنیت جانی مسئول سفارت به کابل بر نمی‌گردد. از سوی دیگر پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را هم که توسط طالبان منصوب شده در ارتباط با درگیری‌های اخیر مرزی احضار کرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد هم اعلام کرده فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام که به پاکستان سفر کرده است در 1-2 روز اخیر از مرز پاکستان و افغانستان از همان جایی که دیورند انگلیسی خط مرزی کشید بازدید کرده است. علاوه بر این تنش‌های سیاسی و مرزی از چند ماه گذشته تا کنون افغانستان بارها پاکستان را متهم به معامله با آمریکا کرده است. معامله‌ای که در آن پاکستان به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اجازه می‌دهد تا وارد فضای افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی این بانک در راستای پیشبرد امور آن خبر داد. عرضه حدود 1 میلیون خودروی جدید داخلی و وارداتی برای کاهش التهاب بازار خودرو هم خبر وزیر صمت در جمع خبرنگاران. سخنگوی دولت امروز با 3 خبر به میان خبرنگاران آمد. اولی انتصاب استاندار جدید خوزستان، دوم اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن و خبر سوم هم در خصوص موافقت دولت برای کمک به بانک مرکزی. دولت و هیئت وزیران با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی این بانک موافقت کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم گفت دولت انگیزه‌ای برای افزایش قیمت ارز ندارد. دولت اون چیزی که در واقع آیدیش هست از محل عرضه دلار در سامانه نیماست که سامانه نیما هم ثبات داره، هم عرضه‌های دولت خوبه، هم درآمدهای دولت خوبه. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نقش آفرینی موثرتر شرکت‌های دانش بنیان در قالب کارگروه بار اول گفت امسال یک برنامه خیلی جدی‌تری رو داره دولت دنبال می‌کنه در تعامل با دستگاه‌های بزرگ. ما امیدوار هستیم که به زودی انشالله با همتی که وزارت نفت داره انجام میده مخصوصاً در تجهیزات گلوگاهی شاهد یک موافقتنامه کلان 2 میلیارد دلاری در قریب 15 قلم تجهیز کاربردی و تجهیز گلوگاهی باشیم انشاءالله. وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد جاماندگان یارانه میتوانند دوباره در سامانه هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند. و یک خبر هم برای بازنشستگان، امسال بیمه تکمیلی کلیه بازنشستگان با افزایش 80% شرح خدمات و افزایش 120% منابع ریالی تامین اعتبار شد. خبر وزیر نفت برای مشترکان کم مصرف گاز، برای اون دسته از مشترکینی که در سقف الگوی مصرف و کاهش بدن در حقیقت مصرفشون رو نسبت به سال گذشته ماه مشابهش همون میزان از شرکت ملی گاز به استانکار میشن و ما موظف هستیم که پرداخت کنیم بهشون. و آخرین رویدادهای جشنواره فیلم فجر با این خبر وزیر ارشاد که 75 فیلم در جشنواره ثبت و کار بررسی فیلم ها آغاز شده. تقریبا بین 15-20% رشد آثار رو نسبت به سال گذشته داریم. توضیح وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانش آموزان اتباع فاقد شناسه. دانش آموزان اتباع باید یه شناسه ای داشته باشن. ما به همکارانمون عرض کردیم که به صورت غیر رسمی منابع رو در اختیار اینا قرار بدن. وزیر ارتباطات هم به مالکان برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی هشدار داد قوانین سرزمینی ایران را رعایت کنند و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای هم در صورت رعایت این قوانین اجازه فعالیت در کشور را دارند. حدود 1 میلیون عرضه خودروهای جدید داخلی و وارداتی برای کاهش التهاب بازار خودرو از زبان وزیر صمت.
ما برای 200 هزار دستگاه عرضه خودروی واردی در 6 ماه آینده از دی تا آخر خرداد و 200 هزار تا برنامه‌ریزی کردیم و الان وارد کننده ها شروع کردن، 27 هزار تا ثبت سفارش کردن و اینطور کار داره میره جلو. برای حدود بین 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو داخلی برای تولید هم از شرکت خودروساز برنامه گرفتیم. وزیر سمت گفت واردات خودروهای اقتصادی خارجی که کیفیت مطلوبی هم داره و قیمتش زیر 10000 دلاره، قیمت خودروهای تولید داخل رو هم متعادل و بازار رو تنظیم خواهد کرد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. تأخیر در واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن. از 8000 هکتار زمین درخواستی وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت تاکنون فقط سند 3750 هکتار را صادر کرده است. اینجا زمین‌های مازاد یکی از دستگاه‌های دولتی در استان سمنان. در این استان وزارت راه و شهرسازی برای 309 هکتار زمین دولتی درخواست سند داده که فقط سند 5 هکتار آن صادر شده. طبیعتاً اگر مورد نیاز دستگاه می بود یا یک اعتبار مصوبی باید می داشتن و یا اینکه به هر حال اقداماتی روشون انجام می دهد. ماده 10 قانون جهش تولید مسکن سازمان ثبت اسناد و املاک را موظف کرده یک ماه پس از درخواست وزارت راه و شهرسازی سند این زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کند. از 8000 هکتار درخواستی وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت تاکنون تنها سند 3750 هکتار زمین را صادر کرده است. الان داریم با مذاکره با اون دستگاه‌ها و پیگیری از ثبت، ما بقیش رو هم اخذ سند می‌کنیم. سازمان ثبت اسناد و املاک چند دلیل برای تعلل در صدور سند این زمین‌ها مطرح می‌کند. بسیاری از درخواست‌هایی که ارائه می‌کنند در راستای طرح‌های مولدسازی، اینها قبلا به فروش گذاشته شده، 6000 هکتارش فاقد مستندات قانونی لازم بوده. به عنوان مثال یا پلاک ثبتی نداشتن یا نقشه نداشتن. سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن این موضوع را رد کرده است. درخواستی که میدیم هم پلاک ثبتی داشته و هم اگه پلاک ثبتی نداشته کروکی داشته. در مقیاس یک شهر یا یک شهرستان اراضی کاملا مشخص و محرز هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک اگرچه اعلام کرده برای ادامه این مسیر هم سازمان ثبت آمادگی کامل رو دارد، اما زمان مشخصی برای سند زدن 4250 هکتار باقی مانده از اراضی شناسایی شده تعیین نکرده. حتما باید بر اساس قانون برخورد بشه، چون در قانون پیشبینی های برای متخلفین هم کرده، حتما بر اساس همون ماده قانون ماده 234 آیین‌نامه خود ما هم حتما اقدام می‌کنیم. باید دید سازمان ثبت چه زمانی به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند تا زمین‌های بیشتری به نهضت ملی مسکن الحاق شود. مرجان ایمانی، خبرگزاری صدا و سیما. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از پیشرفت 85% 5 طرح بزرگراهی در حال ساخت به طول 461 کیلومتر خبر داد. به گفته آقای خادمی، 5 آزادراه نیز به طول 291 کیلومتر در کشور در دست ساخت است که تا یک سال آینده به بهره برداری می‌رسد. آزادراه اصفهان شیراز به طول 220 کیلومتر و قطعه 2 آزادراه تهران شمال از جمله این طرح‌ها هستند. در بخش بزرگراهی و راه اصلی هم ما 5 پروژه بزرگ، یکی کریدور جنوب، یکی کریدور غرب، یک کوریدور در شرق و یک کوریدور هم در واقع در میانه کشور در و یکی هم در واقع بین شبکه ایست در برنامه داریم که اینها هم 461 کیلومتر طول این 5 پروژه بزرگ راهی و راهی هستن. ما این پروژه با تجهیز که پیشرفت همه اینا بالای 85% داریم، با هماهنگی و دستورهای وزیر برنامه زمانبندیشون رو جوری تنظیم میکنیم که انشاءالله توی یک سال آینده این اتفاقات بزرگ در بحث توسعه حمل و نقل، توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور بیفته. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید در 8 ماه امسال 833 دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 88% داشته است. به گفته آقای قالیباف، اگر مدیریت سفارش دهی شهرداری ها برای تولید اتوبوس بهینه شود، امکان توسعه ظرفیت تولید و بی‌نیازی به واردات اتفاق می افتد، اما ظاهرا شهرداری ها به واردات تمایل دارند. گله‌مندن، آن هم از یک کمبود.
هر روز این وضع ماست. با تاخیر میاد، اتوبوسا بین راه خراب میشه، کیپ تا کیپ پر میشه. با اینکه اسمشون تندروه ولی واقعا یه رو 20 دقیقه باید صبر کنیم تا یه اتوبوس بیاد و شلوغ پر ازدحام. موضوعی که مسئولین اتوبوسرانی هم به آن معترفند. اعتقادمون اینه که ظرفیت موجود اصلا قابل پذیرش نیست. حالا قرار شده این کمبود جبران شود. 7550 تا اتوبوس دیزلی رو قرار داد بستیم، حدود 300 تا برقی رو قرار داد بستیم، 1500 تا مینی بوس رو قرار داد بستیم، حدود 5000 دستگاه وند رو قرار داد بستیم. ما تقریبا بیش از 6000 دستگاه اتوبوس داریم الان، چه خودمون چه بخش خصوصی. از این 6000 بیش از 6000 دستگاه برآوردی رو که انجام دادیم خودمون، اونایی که مالکیتی شهرداری رو داره، با اون قسمتی که مال بخش خصوصی، 2100 دستگاهشون قابلیت بازسازی رو دارن. طبق ماده 16 قانون استفاده حداکثری از توان داخل، وزارت صمت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه 5 ساله ششم ممنوع کند. اما حالا قرار بر واردات است. با توجه به اینکه خودروسازهای ما بلافاصله نمیتونن بیان و اون نیاز رو برطرف بکنن و از زمانی که بهشون اعلام میشه تا زمانی که بیان به تولید محصول و تحویلش بسن حداقل 3 تا 4 ماه نیاز هست، برای نیازهای خیلی سریع بخشیش رو به صورت خودروی کامل بیاد وارد بشه. تلاش برای واردات در حالی است که 10 خودروساز در کشور فعال هستند که می توانند 20000 دستگاه را در سال تولید کنند که همین میزان نیاز کشور است. آقایون مثلا 4 5 سال اتوبوس نمیخرن، یه مثلا میان میگن آقا مثلا فرض ما 5000 دستگاه اتوبوس هم اتوبوس کارگر برای ما نباید اجازه بدیم که کارگران ما بیکار باشن و کارگران خارجی برن سر کار، بایستی بیان قرارداد طویل مدت ما هم میتونیم بدیم، کاملا نیاز کشور میتونیم تامین کنیم. این موضوع با واکنش های هم همراه بوده است. اگر ما توان نداشتیم خب میگفتیم فعلا این کارو بکنید اشکال نداره، ولی وقتی ما توان ساخت داخل رو داریم، اصلا خود نوشو تحویل مصرف کننده بدن. هنوز رقمی از میزان واردات اتوبوس‌های اروپایی اعلام نشده، اما قرار است به زودی وارد و روانه بازار شوند. فائزه شبانی، خبرگزاری صدا و سیما. پویانمایی پسر دلفینی در ادامه فروش داخلی و جهانی و استقبال مخاطبان، حالا در سینماهای ترکیه هم نمایش موفقی رو تجربه کرده. این پویانمایی تاکنون 200000 نفر رو به سینماهای ترکیه کشونده و معادل 580000 دلار فروش داشته. داستان پسر بچه‌ای ماجراجو که از شروع کودکی در دریا و کنار دلفین‌ها بزرگ می‌شود و تمام فراز و نشیب‌های پیدا کردن مادرش، حالا از سینماهای ترکیه سر در آورد. پویانمایی ایرانی پسر دلفینی به کارگردانی محمد خیراندیش و یک تیم تمام ایرانی در داخل کشور ساخته شده. فضای خاصی داره. ما خودمون تو رویاهامون همیشه فکر میکنیم ممکنه بتونیم با حیوانات حرف بزنیم، ممکنه بتونیم باهاشون دوست بشیم. این پسر اصلا ذاتاً این شکلی هستش، یعنی توی دریا به دنیا اومده، بزرگ شده، با دلفین‌ها بزرگ شده. ما که توی ایران کار کردیم باعث افتخارمون هستش که خارجی‌هام تونستن ارتباط برقرار بکنن با این کار و اون حس و حال این داستان رو بفهمن و علاوه بر کیفیتی لذت ببرن ازش. تو این چند سال اخیر واقعا انیمیشن ایران پیشرفت کرده و میتونم بگم با خیلی از کشورهای جهان در رقابت میکنیم. این کارم تا الان که داره پخش میشه جزو بهترین کارهایی بوده که تو ایران ساخته شده از لحاظ انیمیشن بلند سینمایی. پیش از ترکیه این پویانمایی در سینماهای روسیه هم با اقبال مخاطبان مواجه شد، اتفاقی که از نگاه سازندگان اثر دور از انتظار نبود. محصولات ایرانی خیلی وقتا ما این مشکل رو داریم که یک تولید خیلی خوب داریم اما بسته‌بندی و توزیع خوبی نداریم. به نظرم تو این فیلم ما این تلاشی رو که انجام دادیم و حتی سرمایه گذاری بهش بگم نگم هزینه، این سرمایه گذاری که برای توزیع خوب انجام دادیم به نظرم تا حد زیادی جواب داد به لطف خدا. پسر دلفینی حالا با همکاری بزرگترین پخش کننده ترکیه در کمتر از یک ماه نمایش عمومی در این کشور، مخاطبان قابل توجهی از کودکان ترک را هم به سینما کشانده. رقم فروش این پویانمایی در این مدت 580000 دلار، معادل 200000 نفر بوده. نمایش عمومی این پویانمایی ایرانی در سینماهای کشور هم البته همچنان ادامه دارد.
فیلمی که با شروع نمایش عمومی در داخل کمتر از 2 ماه فروش نزدیک به 10 میلیارد تومان را تجربه کرد. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. کتاب داستان مردی که زبان کبوترها را می‌دانست منتشر شد. این اثر کاری از انتشارات راه یار است و با هدف معرفی سردار سلیمانی به کودکان و نوجوانان منتشر شده. زینب روی پشت بام ایستاده بود و به آسمان نگاه می‌کرد. داستان مردی که زبان کبوترها را می‌دانست یک داستان کودکانه درباره سردار سلیمانی است. قصه یک خواهر و برادر عراقی که در شهر آمرلی زندگی می‌کنند و با حوادث جنگ روبرو می‌شوند. اینه که یه دختر، یه خواهر برادری یه کبوتر زخمی رو پیدا می‌کنن. بچه‌ها روی پشت بام مسجد که از همه جا بلندتر بود برایش یک لانه قشنگ کمکش میکنن تا پرواز کنه و بره پیش دوست بابا قاسم و بگه که شهرشون از دست دشمن نجات بده. کتابی که تصویری از یک قهرمان را بازنمایی میکند. با پیشنهاداتی که دوستان به من دادن و بررسی هایی که خودم کردم به این نتیجه رسیدم سوژه شهر آمرلی میتونه داستان جذابی رو برای بچه ها داشته باشه، مخصوصاً که حرکت قهرمانانه رو هاش خواستم اونجا انجام دادن که الگوی بسیار خوبی برای بچه هاست. شهر 20,000 نفری آمرلی در حومه جنوبی استان کرکوک عراق که 8 سال پیش در محاصره کامل نیروهای تروریستی داعش قرار گرفت. اما بعد از 89 روز مقاومت زنان و مردان این شهر در 9 شهریور سال 1393 با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به دست نیروهای هشت و شعبی آزاد شد. سردار رو به عنوان شخصیت ملی و فراملی انتخاب کردیم که میتونه ابعاد مختلف یک قهرمان رو به مخاطب کودک خودش به خوبی نشون بده و کودک با شخصیت ایشون چون در زمانه خود مخاطب کودک بوده همزاد پنداری کنه. حالا کتاب مردی که زبان کبوترها را میدانست سعی دارد این واقعه تاریخی را به زبان کودکان و به صورت داستانی غیر مستقیم بازگو کند تا شجاعت و مهربانی حاج قاسم را به تصویر بکشد. ایشون برای مردم نگاهی مهربان و برای دشمن نگاهی خشمگین داشتند. کتابی که به گفته دست‌اندرکارانش نگاهی فراتر از مرزها را دنبال می‌کند و به ابعاد انسانی سردار سلیمانی توجه دارد. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.